اینی که میبینی اگه گفتی چیه؟ خودم بهت میگم. تمام این پیاز، سیر و جینجره قراره بشه سوپ. چرا؟ به خاطر اینکه تا این حجم سیر و پیاز و جینجر رو نخوری، سرماخوردگی از خونت بیرون نمیره. و بعد از اینکه یک کمی تفتش دادیم، جوی دو سر پرک شده رو به آن اضافه نموده و هم میزنیم این گونه. و حال برای اینکه احساس سیری بنماییم، کمی به آن نخود فرنگی یا نخود فرنگی اضافه می نماییم. میدونی چرا بهش میگن نخود فرنگی؟ چون اون چیکپی که ما توی فرهنگ غذاییمون داریم نخود ایرانیه و این نخود فرنگیه، چون از خارج اومده. و چون دست تنها هستم، مجبورم دم این فلفل را در دهان گرفته و خرش 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 خورد نمایم تا شما فلفل را هم ببینید. ببینم با انگوش میشه؟ آخه نه نمیشه، هیچ جوری نمیشه که اینا با مرارت‌های بسیار اینجوری خورد میکنیم. حال یک مقدار آب به آن اضافه نموده تا شیر برسد از راه. اینجا ایران نیست که اکبر آقا سوپری برامان شیر بیاورد. خب جون جونیا، قبل از اینکه شیر برسه یکم خامم ریختم روش، بعد قشنگ درش رو گذاشتم حالت دم کردگی پیدا کرد. حالا شیر رو میریزم روش که یکم حالت روون پیدا کنه و یه هم بزنم، یه قلب بزنه و آماده است. خب حالا من هم بزنم این قلب بزنه ای دل غافل. واقعا من چرا الان باید با این صدای گرفته بخونم؟ یه مسئله خیلی مهمی، اولین نفری که به من بگه یه چیزی هست، یک ماده ای در سوپ جو که باید آماده که شد فقط لحظه خوردن بهش اضافه بشه و چرا، اینو هر کی که بگه شماره موبایلش هم خودش میفرسته که من یه شارژ خیلی کوچولو به اندازه ای که بتونه استوریای دختر پارسی رو ببینه براش بزنم. خب همه آخر رو که میزنیم، این داره برای خودش قل میزنه دیگه، فکر میکنیم که حاضره. ببینیم به اون غلظت لازم سوپم که رسید. این فوت جادوگریشه، درش رو میذاریم، زیرش رو خاموش میکنیم، نیم ساعت میذاریم به همین شکل دم بکشه. خب جون جونیا، نیم ساعت شد. همیشه هم در قابلمه رو اینجوری بردارین که اگه آبی هست توی قابلمه بریزه، توی گازتون رو کثیف نکنه. خب قشنگ نگاه کن، یه هم میزنی ببین چقدر این سوپ حالا جا افتاده و مجلسی شده. فوق‌العاده، چقدر فوق‌العاده و جا افتاده شده. نگاه کن، به 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 به. بیا این ور بازار، بیا این ور بازار. خب حالا بهتون میگم که اون رازی که اون فوت جادوگری که مادرم میگفت همیشه چیه. هر کیم قرار بوده که جایزه رو بگیره تا الان گرفته دیگه. اگه دقت کنی من یه مقدار از سوپم سوخته، دلیلش اینه که حرفی رو که مادرم از بچگی بهم زده بود یادم رفت راستشو بخوایم، و اون این بود که سوپ جو یکی از غذاهاییه که حتما نمکش باید آخرین لحظه ریخته بشه، وگرنه سوپ ته میگیره. این اون فوت جادوگری بود که امروز بعد از این همه سال یادم رفته بود و خودم انجامش ندادم. همین شد که سوپم ته گرفت. خوشگل و مشگل و نازنازی و خوشمزه. خب نگاه کن بافتشم، نگاه کن ببینم چجوری شده مزدش. خب اینکه زود وقتی فهمیدم نمک رو سریع کم کرد، یعنی کم زدم دیگه،
یکم باید نمک بیشتر داشته باشه. فلفلم که توش خورد کردم خیلی خوشمزه شد. جای همه تون خالی باشه. جون جون یه مسئله رو میخوام بهتون بگم. همونطور که میبینیم من اومدم که کاسه دوم رو بکشم، علی‌رغم اینکه یه مقدارم سوخته بود اما خیلی خوشمزه شد. وقتی شما مریض هستین و واقعا چیزی میل ندارین، سوپ پیاز میتونه خیلی به شما کمک کنه که خیلی سریع خوب بشین. اما مسئله مهم اینجاست که خیلی ها سوپ پیاز رو دوست ندارن. این که من کریمی کردم اینو خیلی کمک میکنه که شما سوپ پیاز رو خیلی دوست داشته باشین. و خود من که اصلا سوپ خور نیستم، الان اومدم برای کاسه دوم، پس این کریمی کردنش کمک میکنه که شما خیلی خیلی سوپتون خوشمزه‌تر و بهتر و مامانی‌تر و جیگرتر و بلاتر بشه.